درود بر شما مخاطبان گرامی. رژیم جمهوری اسلامی بعد از همه فسادها و افتضاحاتی که به بار آورده است، تصمیم به یک جراحی داخلی گرفته. طی پروژه‌ای که خودشان آن را پاکسازی عناصر نامطلوب می‌نامند، اما در واقع خودی‌های نظام می‌دانند که این پروژه زمینه‌سازی برای رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای است. در همین راستا خبری منتشر شد که نشان می‌دهد ترس از سقوط و بحران‌های جدی پیش آمده موجب شده است که علی خامنه‌ای و بیت او به نزدیک‌ترین افراد خود نیز رحم نکنند و از خودی‌هایشان نیز برای بقا فدا کنند. بگذارید از یکی از ساختارهای مافیایی مهم و پشت پرده رژیم شروع کنیم. ساختارهایی که هر ایرانی آزادی خواه بهتر بگوییم باید از آنها آگاه باشد. جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، گروهی که همه می دانند از جمعیت‌های نزدیک به مجتبی خامنه‌ای است. اینها زمانی حجازی و ناطق نوری را در گروه خود داشتند. بنیانگذار این جمعیت، سردار بسیجی و یکی از عوامل حمله به خوابگاه دانشگاه تهران، علی رضا زاکانی است که روابط تنگاتنگی با حسین فدایی در امور پشت پرده دارند. در این رابطه باند احمد توکلی می نویسد که تا حدود زیادی تحلیل ها درباره عملکرد آقایان زاکانی و فدایی درست است و این افراد معمولاً در پشت پرده در بزنگاه های مختلف نقش تأثیرگذاری داشتند. بعد از علی رضا زاکانی که از جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی استعفا کرد، حالا نوبت به حسین فدایی دیگر دبیر کل جمعیت ایثارگران رسیده است. در حالی است که هر دو حداقل در 15 سال اخیر حضور پررنگی در عرصه سیاسی، چه در مجلس و چه خارج از آن داشتند و به عقیده برخی این دو تیم پشت پرده اصولگرایان را در بزنگاه‌های مهم سیاسی تشکیل می‌دهند. هر دوی آنها همکنون در کنار سایر مناصبی که دارند و در کنار هم در دفتر بازرسی بیت علی خامنه‌ای پشت پرده برخی از مسائل روزهای اخیر هستند. لازم به ذکر است که کینه علیرضا زاکانی نسبت به باند حسن روحانی از سال 95 ریشه می‌گیرد. در آن سال از او شکایتی به قوه قضاییه ارسال شد، اما به سرنوشت شکایت‌هایی از این نوع گرفتار شد. در اخبار 22 آبان ماه سال 1395 آمده بود که به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از فارس، علیرضا زاکانی نماینده مجلس نهم فردا یک شنبه با شکایت دولت و حسین فریدون به دادگاه می رود. وزارت اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و حسین فریدون و رسول دانیالزاده شاکیان زاکانی بودند. در رابطه با خبر فوق باید افزود که رسول دانیالزاده که به سلطان آهن معروف است، طی درگیری های باندی مدت هاست که توسط سازمان اطلاعات سپاه ساس زندانی شده است و از او اعترافاتی علیه تبری و جعفری دولت آبادی اخذ شده است. از اعضای دیگر گروه که حامیان اصلی به رهبری رسیدن مجتبی خامنه‌ای هستند می توان به مهدی طائب، برادر حسن طائب و مدیرعامل مؤسسه آرای آوینی و تهیه کننده سریال گاندو و فرمانده قرارگاه عمار در کنار محمد رضا پناهیان نام برد. فریدالدین حداد عادل از عوامل مراکز گوناگون سرکوب و سانسور در صدا و سیما و نشریات مختلف، سردار پرویز سروری از نمایندگان سابق و از مسئولان تبلیغات در لبنان، محمد دهقان از نمایندگان سابق مجلس با پرونده‌های فساد متعدد مالی، زهره الهیان از نمایندگان افراطی سابق مجلس، سجاد صفار هرندی فرزند حسین صفار هرندی از مسئولان بسیج دانشجویی، حسین مظفر وزیر اسبق آموزش و پرورش، علیرضا سلیمی از نمایندگان افراطی و بی اخلاق مجلس، محمد ودود حیدری رئیس سابق سازمان بسیج دانشجویی نام برد. یک بازوی مهم دیگر مجتبی خامنه‌ای برای تصاحب قدرت قرارگاه عمار است.
قرارگاهی که بعد از انتخابات سال 1388 یا بهتر بگوییم کودتای انتخاباتی 88 و توسط یاران نزدیک به مجتبی خامنه ای و برادر حسن طائب برای سرکوب مخالفان به وجود آمد. اعضای آن عبارتند از مهدی طائب برادر حسن طائب و از اعضای جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در کنار زاکانی. علیرضا پناهیان از دوستان و همرزمان حسن طائب و سید مجتبی خامنه ای و معاون مهدی طائب در مؤسسه آرای آبینی و تهیه کننده سریال گاندو. سعید حدادیان از مداحان مخصوص باندهای چماق کشی. حمید رسایی نماینده افراطی مجلس و مفسد اقتصادی که توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد. حسن عباسی سردار مشکوک سپاه که از زندان آزاد شد. مهدی کوچکزاده نماینده افراطی مجلس که در انتخابات قبلی از باند خودش شکست خورد و حسین الله کرم فرمانده نیروهای سرکوب خیابانی. سعید قاسمی سردار مشکوک که همواره برای اصولگرایان مشکل آفرین بوده است، مانند ذکر بیاناتی در مورد حضور نیروهای سپاه با لباس نیروهای هلال احمر در بوسنی و هرزگوین. قبل از ادامه بحث جا دارد که اشاره کنیم که همه افرادی که نام برده شد از حامیان ابراهیم رئیسی هم بودند و هستند و بنابراین هیچگاه نمیتوان فرضیه این که رئیسی و مجتبی خامنه‌ای دو رقیب برای تصاحب جایگاه علی خامنه‌ای هستند را پذیرفت، بلکه بهتر است از واژه دو همکار برای صاف کردن جاده رهبری نام برد. و جالب‌تر این که با نگاهی به اسامی افراد، گروه‌ها، جمعیت‌ها و نهادهایی که از سید ابراهیم رئیسی در مبارزه با مفاسد اقتصادی حمایت می‌کنند، می‌بینیم که حامیان رئیسی همه کسانی هستند که خود تا فرق سر در فسادهای گوناگون مالی، اخلاقی و غیره غرق هستند. در این روزها آنها بنا به دلایلی از جمله مشخص کردن جانشین علی خامنه‌ای، بحران‌های حاکمیتی و تصمیم برای یک دستسازی حاکمیت و همچنین از میان به در بردن رقبا در کنار هم قرار گرفتند. برای مثال به طیف دیگر که جبهه پایداری است نگاه کنید. یکی دیگر از گروه‌های افراطی حامی نظام ولایت فقیه که تحت رهبری مصباح یزدی شکل گرفت و نیروهای نزدیک به بیت رهبری را در خود جای داده است، که به برخی از آنها اشاره می شود. صادق محصولی از عوامل کودتای انتخاباتی و مفسد اقتصادی. او تنها میلیاردها تومان بابت مهریه دو همسرش که جدا شدند پرداخت کرده است. مرتضی آقا تهرانی از نمایندگان افراطی مجلس. فاطمه آلیا از نمایندگان افراطی سابق که همسرش دارای پرونده مفاسد اقتصادی است. قاسم روانبخش مدیر مسئول نشریه وابسته به مصباح یزدی، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، میثم نیلی برادر داماد سید ابراهیم رئیسی و مدیر خبرگزاری رجا نیوز و عضو اندیشکده عصر و در کنار فرید الدین حداد عادل از اعضای اندیشه ورزی شبکه 3 صدا و سیما و زهره لاجوردی دختر جلاد اوین اسدالله لاجوردی. حال در میان این افراد و پس از اختلافات جزئی برای پاکسازی کل تیم جهت هموارسازی مسیر جانشینی علی خامنه‌ای اختلافاتی افتاد و تا کنون 3 نفر از این افراد قربانی این جنگ زرگری شدند که امروز به حسن رعیت اشاره می‌کنیم. دستگیری حسن رعیت با نام یک فرمانده مرموز سپاه گره خورده است. او پیش از آن که دستگیر شود چند جلسه با نمایندگان مجلس برگزار کرد تا شاید بتواند راهی برای حفظ خود بیابد. در جریان رسیدگی به پرونده فساد مالی حسن رعیت توسط برخی نمایندگان مجلس دهم، وی در راهروهای مجلس خطاب به یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته بود که رعیت مرتضی رضایی بوده و هست. اما مرتضی رضایی کیست؟ مرتضی رضایی را سردار خاکستری و مرموزترین فرمانده کل سپاه پاسداران می دانند که علاقه ای به دیده شدن در مجامع عمومی ندارد و به همین دلیل تنها چند عکس معدود از وی وجود دارد.
مرتضی رضایی کسی است که گرچه حکم فرماندهیش بر سپاه پاسداران در تیر ماه 1359 از سوی ابوالحسن بنی صدر صادر شده بود و تنها اندکی بیش از یک سال در آن سمت ماند، ولی رابطه‌اش با علی خامنه‌ای چنان نزدیک بود و هست که در ابتدای دهه 70 در سالهای ابتدایی رهبری علی خامنه‌ای مسئولیت مهم فرماندهی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به وی سپرده شد. رضایی در سمت فرماندهی حفاظت اطلاعات سپاه شبکه‌ای را سامان داد که بعدتر سازمان اطلاعات سپاه یا همان ساس نامیده شد. از سوابق پیشین مرتضی رضایی که تا قبل از فرماندهیش بر سپاه اطلاعات کاملی در دست نیست، تنها مصاحبه ای از او وجود دارد که به سال 1359 و پس از انتصابش به فرماندهی سپاه باز می گردد. وی در این مصاحبه سوابقش را اینگونه شرح می دهد. او می گوید من از آن خصوصیات انقلابی و زندان و امثال اینها ندارم و جز به همین مردم عادی بودم که توی انقلاب و مقداری هم قبل از آن رشد کرده بودم. در ابتدای ورودم به سپاه در پادگان ولی عصر انجام وظیفه کردم و از جنگ پاوه به کردستان رفتم و مسئول عملیات غرب کشور شدم و پس از بازگشت از کردستان قائم مقامی سپاه پاسداران را به عهده گرفتم و همکنون نیز مسئولیت فرماندهی سپاه را بر عهده من گذاشتند. همانطور که می‌بینید چنین رشد سریعی در ساختار مافیایی رژیم جمهوری اسلامی بسیار عجیب است و هنوز دقیق نمی‌دانیم که مرتضی رضایی کیست و با نفوذ کدام قدرت تا این حد به بدنه صدر سران رژیم نزدیک شده است. صدور حکم فرماندهی وی بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی بنی صدر و بدون هماهنگی با روح الله خمینی انجام شده بود و به همین دلیل خمینی وی را به عنوان فرمانده سپاه نپذیرفت، اما نهایتاً با وساطت علی خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی در 28 تیر ماه 59 خمینی با نوشتن متنی کوتاه فرماندهی وی را تایید کرد. رضایی تا یک ماه بعد از عزل و فرار بنی صدر از ایران در این سمت ماند و نهایتاً سمت فرماندهی سپاه را به محسن رضایی واگذار کرد. او پس از ترک پست فرماندهی سپاه دوباره از نظرها مخفی شد و به کار مورد علاقه‌اش در حوزه‌های امنیتی و اطلاعاتی پرداخت. نفوذ او در بخش‌های امنیتی سپاه وی را بیش از گذشته به علی خامنه‌ای نزدیک کرد. در سال 1362 و با تشکیل قرارگاه عملیاتی رمضان وی به عنوان فرمانده این قرارگاه منصوب شد. قرارگاه رمضان واحد اطلاعات برون مرزی و عملیات نامنظم سپاه بود که در سال 1369 و به فرمان علی خامنه‌ای سپاه قدس از آن متولد شد. پس از آغاز دوره رهبری علی خامنه‌ای وی پس از 4 سال از پرده بیرون آمد و در سال 1372 به حکم خامنه‌ای مسئولیت فرماندهی حفاظت اطلاعات سپاه را بر عهده گرفت. وی تا سال 1385 در آن سمت باقی ماند. رضایی در دوره 13 ساله فرماندهیش در حفاظت اطلاعات سپاه استخوان‌بندی اطلاعاتی و امنیتی سپاه را طراحی کرد و شبکه‌ای را ایجاد کرد که در سال 88 سازمان اطلاعات سپاه از آن برخاست و اکنون به یکی از مشکل سازترین سازمان‌های حکومتی تبدیل شده است. وی پس از پایان دوران فرماندهیش در حفاظت اطلاعات سپاه به حکم مستقیم علی خامنه‌ای قائم مقام سپاه شد و مدیریت دوران گذار از فرماندهی حلقه رحیم صفوی و محسن رضایی به محمد علی جعفری را بر عهده گرفت. او در دوره 2 ساله قائم مقامیش در سپاه سرداران نزدیک به هاشمی رفسنجانی را از حلقه اول فرماندهی خارج کرد و زمینه را برای جایگزینی آنها با چهره‌های کاملاً وفادار به علی خامنه‌ای از سوی محمد علی جعفری آماده ساخت. در سال 87 رضایی مجدداً از صحنه علنی سپاه خارج شد و جای خود را به محمد حجازی داد و در 11 سال گذشته وی به رغم آنکه سمت رسمی نداشته در دفتر علی خامنه‌ای مشغول به کار بود است و همواره با سردار حسن محقق که از نزدیکترین چهره‌های امنیتی و نظامی به مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر رژیم بوده است همکاری داشته است.
حال حذف حسن رعیت و در پی آن افشاگری های فراوان علیه این فرمانده سپاه و حکم 30 سال حبس برای او و افشای اسناد مختلف در جبهه های فساد اقتصادی و اخلاقی علیه رضایی نشانه از آن دارد که استراتژی جدیدی میان حامیان مجتبی خامنه‌ای در جریان است. استراتژی که از آن به استراتژی صیاد یاد می شود. استراتژی صیاد نامی است رمزی که در میان حامیان مجتبی خامنه‌ای معروف شده است که در چند برنامه آینده به آن خواهیم پرداخت. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.